با سلام، با تاریخ مسیحیت قسمت 34 در خدمتتون هستم. حکایت برخورد مهاجرین اروپایی با سرخپوستان آمریکا. گروهی از مستعمره نشینان که مسیحیانی راستین و مهربان بودند در بین سرخپوستان به بشارت پرداختند. از میان این مسیحیان مهاجر مبشر در بین سرخپوستان میتوان از خانواده میهیو نام برد. آنها تأسیساتی را در جزیره مارتاز واینیارد در ماساچوست برپا کردند و از سال 1642 تا سال 1806 در آنجا به خدمت سرخپوستان پرداخته و علاوه بر بشارت به مسیح به آنها سواد نیز آموختند. اما کاری که جان الیوت در میان سرخپوستان آغاز کرد بسیار بزرگتر بود. وی که به این باور رسیده بود که سرخپوستان همان سبت یا قوم دهم یهودیان هستند که کلام اشاره به مفقود شدن آنها می کند، برای مسیحی کردن آنها تلاش بسیار نمود. او تمامی سرخپوستانی را که به مسیح ایمان آورده بودند در یک روستا جمع کرد و به آنها روش های کشاورزی اروپایی را به کمک وسایل مکانیکی اختراع شده در آن روزگار آموزش داد تا آنها بتوانند به طور پایدار از خود حمایت کنند. او ابتدا به زبان موهیکن که آنها بدان تکلم میکردند مسلط شد و سپس برای آنها حروفی ابداع کرد تا بتوانند بنویسند و بعد از آن کتاب مقدس را به زبان آنها ترجمه کرد و به آموزش آن پرداخت. الیوت 14 روستای مشابه برپا کرد و پس از او سایر مسیحیان که خدمات او را دنبال کردند روستاهای مشابه دیگری برپا نمودند. اما در سال 1675 رئیس یک قبیله سرخپوست که به وی لقب فیلیپ شاه داده بودن ناخرسند از پیشروی مداوم سفیدپوستان مهاجر به طرف غرب و تصاحب زمین‌های آنها، گروهی از سرخپوستان با گروهی از سرخپوستان بر علیه سفیدپوستان مهاجر اعلام جنگ کرد. این جنگ در تاریخ به نام جنگ فیلیپ شاه معروف است. در این جنگ بسیاری از سرخپوستان مسیحی شده یا در کنار سفیدپوستان به جنگ با فیلیپ شاه پرداختند و یا اعلام بی‌طرفی کرده و در جنگ شرکت نکردند. اما علارغم این مسئله جنگجویان مهاجر سفیدپوست به آنها اعتماد نکرده و آنها را به زور در جزیره کوچک در خلیج بوستون که حتی گنجایش جمعیت آنها را نداشت جمع نموده و در قرنطینه و تحت الحفظ در بازداشت نگاه داشتند. بسیاری از سرخپوستان نیز به دست سفیدپوستانی که اعتقاد داشتند سرخپوست سرخپوست است و دشمن کشته شدند. سرانجام وقتی مهاجرین سفیدپوست بر فیلیپ شاه پیروز شدند، زنان و کودکان آنها را میان خود تقسیم کرده و به بردگی گرفتند و مردان آنها را برای بیگاری و بردگی به مناطقی بسیار دور از محل سکونتشان فرستادند. البته سفیدپوستان مهاجر به این نتیجه رسیدن که سرخپوستان به دلیل بومی بودن در آمریکا بردگان خوبی نمی‌شوند و به استفاده از سیاه‌پوستان آفریقا برای بردگی روی آوردند. سالیان سال از مهاجرت اولین مسیحیانی که به نیت آزادی در مرام مسیحی خود به سرزمین جدید می آمدند گذشته بود. مهاجرین جدید که از اروپا می آمدند از نوع دیگری بودند و دغدغه مذهب نداشتند، بلکه به منظور تصاحب زمین و به دست آوردن طلا و ثروتمند شدن به آمریکا سرازیر می شدند. اکثر آنها از طبقات کم درآمد جامعه اروپا بودند که فقط توانسته بودند پول بلیط کشتی را تهیه نموده از آتلانتیک گذشته و به سرزمین جدید پای بگذارند.
آنان یک سره به سوی غرب می رفتند تا بتوانند برای خود زمینی تصاحب کنند و در این راه حقی برای سرخپوستان بومی قائل نبودند و این چنین بود که مرزها از سمت غرب مدام در حال گسترش بود. هجوم مهاجرین جدید به آمریکا و تحول بافت اجتماعی آن. مستعمره نشینان 13 مستعمره اول را عمدتاً انگلیسی‌ها و سپس آلمان‌ها و سایر اقوام اروپایی تشکیل می‌دادند که اکثر آنها به دلایل مذهبی به آمریکا مهاجرت کرده بودند. اما پس از استقلال آمریکا از اواخر قرن 18 و در طول قرن 19 موجی عظیم از مهاجرین اروپایی به سوی آمریکا روان گردید. این مهاجرین دلایل مختلفی برای مهاجرت داشتند، ولی از دلایل عمده مهاجرت به آمریکا یکی جنگ هایی بود که ناپلئون بناپارت در اروپا به راه انداخته بود و دیگری از همپاشیدگی ساختار اجتماعی اروپا به علت انقلاب صنعتی بود. در نتیجه انقلاب صنعتی و فروپاشی سیستم فئودالیسم، بافت اجتماعی اروپا به هم ریخته و مردم از روستاها به شهرها آمده و به دلیل فراهم نبودن زمینه اشتغال به امید به دست آوردن زمین راهی سرزمین جدید می شدند و علت دیگر نیز قحطی و گرسنگی بود که برای چند دهه گریبان اروپا را گرفته بود. البته در کنار این مهاجرین خودخواسته اروپایی، مهاجرینی از آفریقا نیز ناخواسته و برای بردگی به آمریکا آورده می شدند. این سیل عظیم مهاجر معادله و ساختار اجتماعی و مذهبی را در آمریکا به هم ریخت. کاتولیکا که در آستانه استقلال آمریکا اقلیتی را تشکیل می دادند، در اواسط قرن 19 به یکی از بزرگترین گروه‌های مذهبی در آمریکا بدل شدند. در ابتدا اکثر کاتولیک‌ها از مهاجران انگلستان بودند و سپس کاتولیک‌های فرانسوی و آلمانی به آنها افسوده شد. در حدود سال 1846 برای چندین دهه قحطی ایرلند را در بر گرفت و تعداد بیشماری از مردم آن کشور برای فرار از گرسنگی به آمریکا مهاجرت کردند و بدین ترتیب به تعداد کاتولیک‌های آمریکا افزوده شد، که البته تعداد آنها در میان کاتولیک‌های آمریکا از سایرین بیشتر بود و این تنوع نژادی باعث بروز اختلاف و آغاز درگیری‌های در میان کاتولیک‌های آمریکا گردید. در سیستم کاتولیک مناطق جغرافیایی به ناحیه‌های کوچکتر که اصطلاحاً پریش نامیده می‌شوند تقسیم می‌شود و هر منطقه یا پریش واعظان و کشیشان خود را دارد و این پریش‌ها تحت مدیریت منطقه جغرافیایی اصلی قرار دارند و به همین ترتیب مناطق اصلی نیز تحت مدیریت و نظارت کلیسای کاتولیک روم می‌باشد. این سیستم در کشورهایی که دارای یک ملیت و قوم باشند مشکلی به وجود نمی آورد، اما در آمریکا که کاتولیک ها از اقوام مختلف بودند مشکلاتی بروز کرد، زیرا هر کدام از این اقوام سهم بیشتری در سیستم کلیسای کاتولیک در آمریکا طلب می کردند. این اختلاف در سطح محلی به این صورت بود که هر قوم برای حفظ فرهنگ و سنت ها و زبان محلی خود تمایل داشتند که منطقه آنها یک دست و خودی باشد و در سطح کشوری نیز خواهان کسب مقام‌های ارشد و کلیدی در سیستم کلیسای کاتولیک بودند و این اختلافات در آستانه قرن 20 و با ورود گروه‌های دیگری از کاتولیک‌ها پیچیده‌تر شد. در این میان کشور آمریکا منطقه فرانسوی لوئیزیانا را از فرانسه خریداری کرد و در نتیجه به تعداد کاتولیکا افزوده شد.
از سوی دیگر آمریکا توانست از طریق جنگ مناطقی را در غرب این کشور از مکزیکوها گرفته و همچنین پورتوریکو را تحت تسلط خود درآورد و این موضوع نیز موجب افزایش شمار کاتولیک ها گردید و سرانجام مهاجرانی که در قرن بیستم از ایتالیا، لهستان و سایر کشورهای کاتولیک به آمریکا آمدند موجب پیچیده‌تر شدن مسئله گردید. افزایش جمعیت کاتولیک ها در آمریکا با واکنش گروه های پروتستان آمریکا مواجه شد. پروتستان های آمریکا از بدو استقلال آمریکا به دلیل سازگار نبودن سیستم کلیسایی کاتولیک ها با سیستم دموکراسی در آمریکا با قبول مهاجرین کاتولیک مخالف بودند و آنها را خطری برای سیستم دموکراسی آمریکا می دانستند و با افزایش آنها گروه های به اصطلاح نجات پرست و معروف به کوکلوس کلان، معروف به KKK که آمریکا را در آن مقطع زمانی فقط حق سفید پوستان پروتستان می دانستند اقدام به عملیات تروریستی بر علیه کاتولیکا و نیز سیاه پوستان و یهودیان نمودند. مخصوصا وقتی در سال 1864 پاپ پیوس نهم 8 مورد که تعدادی از آنها نیز مربوط به سیستم دموکراسی آمریکا بود را ضد مسیحیت دانست و لعنت کرد. کاتولیک‌های آمریکا بیشتر مورد شک پروتستان‌های آمریکا قرار گرفته و پس از آن لااقل 100 سال طول کشید تا کاتولیک‌ها بتوانند در سیستم سیاسی و دولتی آمریکا مشاغل کلیدی را کسب کنند. جمعیت شاخه پروتستان لوتری‌ها نیز در آمریکا رشد چشمگیری داشت. در ابتدا مهاجرین لوتری بیشتر آلمانی بودند، اما بعدها مهاجران بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی که آنها نیز لوتری بودند با آمریکا سرازیر شد و جمعیت لوتری‌ها در آمریکا افزایش یافت. البته آنها نیز برای نزدیکتر شدن به یکدیگر سالها وقت صرف کردند. همچنین مسیحیان پروتستان متعلق به شاخه‌های دیگر نیز به آمریکا مهاجرت نموده و تنوع گروه‌های مسیحی در این کشور را کامل کردند. از جمله پروتستان‌های معروف به موراوین از منطقه کشور چک امروزی و ارتودکس‌های یونانی و روسی و همچنین و همین تنوع در شاخه‌های مسیحی در آمریکا خود به خود نیاز به آزادی مذاهب را به مسئله‌ای برای بقای کشور بدل نمود که خوشبختانه نمونه‌هایی چون مستمره نشین‌های رود آیلند و پنسیلوانیا کمک کردند که آزادی مذاهب از همان ابتدا در آمریکا نهادینه شود. دومین خیزش بزرگ مذهبی در آمریکا، The Second Great Awakening، در اواخر قرن 18 دومین خیزش بزرگ مذهبی در مسیحیان آمریکا از منطقه نیو انگلند آغاز می شود. شروع این خیزش آرام و از نظر مدت زمان از خیزش اول طولانی تر بود و به دو فاز متمایز تقسیم گردید. فاز اول آن در آرامش و در میان روشنفکران و متخصصین الهیات و فعالان اجتماعی شکل گرفت که بیشتر در مناطق غربی و مرکزی ایالت نیویورک متمرکز بود. اما پس از گذشت چند سال و از میانه راه به غرب رفت و مردم عادی و کم سواد و کشاورز را نیز در بر گرفت. مردمی که فشار جنگ، بیکاری و گرسنگی روستاها و شهرهای خود را در اروپا رها کرده و به امید زندگی بهتر به آمریکا کوچ کرده بودند و غریب و سرگردان در سرزمینی پهناور پراکنده شده
و سختی ها و ناامنی های بسیاری را تحمل کرده بودند. همانطور که اشاره شد، دومی خیزش بزرگ مذهبی در آمریکا معروف به Second Great Awakening ابتدا در شهرهای مناطق نیو انگلند و نیویورک آغاز شد و متخصصین الهیات از جمله تیموتی دوایت، رئیس دانشگاه ییل و نوه جاناتان ادواردز در آن نقش داشتند. این خیزش با افزایش جمعیت شرکت کننده در کلیساها شروع گردید و بسیاری اعلام کردند که به مسیح گرویدن و احساس تبدیل شدن می کنند. در آغاز، در اولین فاز این خیزش، چندین نهاد مهم اجتماعی شکل گرفتند. از جمله در سال 1810 تشکیلاتی با عنوان هیئت مبلغین مسیحی آمریکایی در خارج یا The American Board of Foreign Missions توسط گروهی از دانشجویان شکل گرفت که خود را وقف گسترش کلام و بشارت در سراسر دنیا کرد و در سال 1816 جمعیت دیگری به عنوان جامعه آمریکاییان کتاب مقدس American Bible Society برای نشر و گسترش کلام بنیان گذارده شد. در کلیساهای محلی گروه‌های زنان شکل گرفت و تشکیلاتی برای مبارزه با مشروب‌خواری مردان و جلوگیری از آزار زنان توسط آنان تأسیس شد، از قبیل The American Society for the Promotion of Temperance و The Women's Christian Temperance Union به رهبری فرانسیس ویلارد که بعدها به پایه‌های مهم جنبش زنان در آمریکا تبدیل شدند. اما در نیمه دوم یا فاز دوم، این خیزش بزرگ از شهرها و مرزهای نیو انگلند و نیویورک فراتر رفته و به سوی مرزهای غرب آمریکا روان شد، در که در آنجا دیگر بدنه اجتماعی آن عده‌ای تحصیل کرده شهری نبودند، بلکه مهاجرینی دور افتاده از اجتماع و سختی کشیده بودند که از تحصیلات و دانش الهیات چندانی نیز برخوردار نبودند، اما بسیاری از آنها مسیحیان عاطفی و با احساساتی عمیق بودند. این مهاجران که غالباً پس از استقلال آمریکا و به دلیل اقتصادی از اروپا به آمریکا مهاجرت کرده بودند، با شرایط اجتماعی متفاوتی در آمریکا روبرو شده بودند که با عادات و خوی اروپایی آنها همخوانی نداشت. آنها در اروپا یا در شهرهای پرجمعیت و یا اگر کشاورز بودند در روستاهایی زندگی کرده بودند که از نظر بافت ساختمانی و اجتماعی با شرایط فعلی آنها در آمریکا کاملا متفاوت بود. در روستاهای اروپایی خانه‌ها بسیار به هم نزدیک بود و مزارع در اطراف روستا واقع شده بودند. کشاورزان روزها در مزارع به کار کشاورزی مشغول بوده و غروب به دهکده‌ها باز می‌گشتند و زندگی اجتماعی آنها اهم از برگزاری مراسم مذهبی و جشن‌ها و سایر رسوم قومی بسیار در هم تنیده و نزدیک بود. اما حال در سرزمین جدید بافت اجتماعی کاملا متفاوت بود. آنها به زمین‌های بکر و وسیع رسیده بودند و هر یک برای خود هکتارها زمین داشتند که روی آن کار می‌کردند و دیگر از خانه‌های به هم چسبیده و بافت متراکم مسکونی و تسهیلات اجتماعی به مانند اروپا خبری نبود و به عبارتی در مزارع خود منزوی شده بودند. به خصوص در مناطق تازه متصل شده به کشور در غرب که هیچ گونه تأسیسات اجتماعی نظیر کلیسا، بیمارستان و مدرسه برای آنها وجود نداشت. هرچند که مبشرین کلام با اسب‌های خود نزد آنها رفته و برایشان موعظه می‌کردند.
در سال 1801 ابتدا کشیشی به نام بارتون استون از شاخه پریسبیتریان ها در منطقه کنریج در ایالت کنتاکی برای اولین بار ایده اردوهای بشارتی چند روزه در فضای آزاد را به تجربه گذاشت و مردم منطقه را به شرکت در اردوی مسیحی و بشارتی خود دعوت کرد. واعظانی هم از طرف شاخه‌های بپتیست و متدیست در این اردو شرکت کردند و اردو 7 شبانه روز در فضای آزاد برپا بود. در این ایام افراد شرکت کننده در اردو علاوه بر اینکه به موعظه‌ها گوش می‌کردند، ساعات خوشی را نیز در کنار یکدیگر گذرانده و به نوشیدن و بازی کردن و حتی قمار پرداختند. تجربه اردوی چند روزه بسیار مورد استقبال مردم دور افتاده از یکدیگر قرار گرفته و موفق بود. مردم سختی کشیده با شنیدن موعظه ها تحت تاثیر قرار می گرفتند و با گریه و ابراز ندامت از کرده های خود از خدا طلب آمرزش، کمک و نجات می‌کردند. در این میان برخی از افراد خنده‌های در ظاهر بدون کنترل و بلند کرده، بعضی غش می‌کردند و به رعشه افتاده یا خود را می‌لرزاندند و بعضی صداهای بلند و ناگهانی کرده و حتی بعضی از خود صدای سگ در می‌آوردند. البته بعد از اتمام اردو این حرکات از سوی بسیاری از تحصیل کردگان و متخصصین الهیات مورد انتقاد قرار گرفت و اعلام کردند در کمبریج که محل برگزاری اردو بود به همان اندازه که جان نجات یافت به همان اندازه نیز جان از دست رفت. حتی کلیسای پریسبیتریان ها کشیش پیشنهاد دهنده این مراسم را مؤاخذه نمود و او دیگر در این اردوهای مسیحی بشارتی برای احیای دین شرکت نکرده و برای برپایی مجدد آنها نیز اقدام نکرد. اما پس از تجربه اردوی کمبریج، واژه احیا و حیات دوباره یا ریوایوال و واژه بشارت انجیل یا ایونجلیزم به یادآورنده تجربه کمبریج شده و به عنوان یک شیوه بشارتی بسیار موفق به طور سیستماتیک و متناوب در دوره‌های زمانی تکرار گردید و نهضت‌های جدیدی موسوم به ریوایوالیسم و ایونجلیسم از آنها پدید آمد. این نوع گردهمایان نیاز مذهبی مردم منزوی شده در مناطق دور افتاده و به خصوص مرزهای مدام به پیش رونده در غرب کشور و همچنین نیازهای دور هم بودن اجتماعی آنها را نیز برطرف میکرد. لذا در میان آن مردم دور افتاده از اجتماع شهری بسیار پرطرفدار شد و البته این شیوه مورد توجه شاخه‌های بپتیست و متدیست قرار گرفت، زیرا آنها از ابتدا با شیوه موعظه‌های در فضای باز و از سیار آشنا و در آن با تجربه بودند. لذا این شیوه برای آنها با موفقیت بسیاری همراه شد و آنها خیلی زود از پرعضوترین گروه‌های مسیحی در آمریکا شدند و مدلی جدید از پروتستان آمریکایی را تشکیل دادند، زیرا در این مناطق مسیحیانی با پیشنهای ارتودکس، کاتولیک و دیگر شاخه‌های مسیحی صرف نظر از اینکه از کدامین اقوام بودند به عضویت این دو شاخه در آمدند و البته آنها با کمبود واعظ و کشیش هم روبرو نشدند، زیرا برعکس سایر شاخه‌های مسیحی که برای انتخاب کشیشان و واعظان خود از نظر دانش و تحصیلات الهیاتی وسواس به خرج می دادن، این دو شاخه از مردم عادی، کشاورز و بومی و فاقد تحصیلات الهیاتی برای پست‌های کشیش و واعظ در مناطق دور افتاده و نیز در اردوهای بشارتی معروف
کمپ میتینگ خود استفاده میکردن. از نظر آنها هر شخصی که در خود عطیه موعظه‌گری میدید برای ایراد موعظه واجد شرایط بود. البته علاوه بر گروه های بپتیست و متدیست، بعدها شاخه های جدیدی به پروتستان ها اضافه شدن که این شیوه را متد بشارتی خود قرار دادند و یا حتی کالت ها یا گروه های دسته مذهبی فرقه‌ای کوچک نیز از این شیوه برای گردهمایی های بسته و دست جمعی خود استفاده می کنند. زیرا به نظر می آید وقتی مردم چند روز پی در پی با مراسم عبادی و گروهی تهییج کننده در یک گروه بسته به سر می برند، در شرایط روحی خاصی قرار گرفته و از نظر روانشناسی به منظور پذیرفته شدن در گروه به طبیعت از سایرین روی آورده و بیشتر از همیشه آماده انجام خواسته های واعظان و دعوت کنندگان قرار گرفته و به درخواست های آنها پاسخ مثبت می دهند. البته شاخه های مسیحی که از این روش ها برای بشارت به نجات استفاده می کنند برای روش خود استدلال الهیاتی دارند. از نظر آنها با توجه به اینکه انسان به نجات خود که از سوی خدا به او پیشنهاد می شود باید جواب مثبت بدهد تا نجات یابد، و همچنین از آنجا که برخی از این گروه ها معتقدند چنانچه فرد یک بار تجربه روحانی و تعمید روح داشته باشد و اعلام ایمان کند، دیگر حتی اگر خود بخواهد نیز نمیتواند نجاتش را از دست بدهد. لذا از نظر آنها این نیت خوب آنها وسیله را توجیه میکند و اگر بتوانند به هر شکلی فرد را وادار به اعلام ایمان نمایند، از نظر آنها این همه عمل موجب نجات فرد خواهد شد. لذا به نظر میآید که هر روشی را برای رسیدن به این هدف جایز میدانند. تا قبل از این مسائل که در نیمه دوم دوران معروف به دومین خیزش بزرگ رخ داد، روال بر این بود که واعظ یا کشیش موعظه خود را انجام میداد و شنوندگان حتی اگر در مواردی از خود واکنش احساسی نیز نشان میدادند، این ابراز احساسات آنی به عنوان تغییر بنیادین روحانیان ها محسوب نمی شد و نشانه های تبدیل و نجات یک ایماندار میوه های روحانی بود که باید در بلند مدت خود را در زندگی یک ایماندار نشان می دادن. اما در فاز دومی خیزش بزرگ مذهبی در آمریکا معروف به Second Great Awakening، جنبش های شکل گرفت که واکنش های آنی فیزیکی و احساسی شرکت کنندگان حاضر در مراسم را به عنوان نشانه تعمید روح القدس و تبدیل و نجات در نظر می گیرند. لذا برعکس واعظین شاخه های مسیحی که اصولا برای اراده آزاد انسان در نجات نقشی قائل نیستند و فقط به کلام موعظه می کنند و انتظار پاسخ فوری را از شنوندگان موعظه خود ندارند و اصراری نیز بر آن نمی کنند، این واعظان که به شاخه های پروتستان متمایل به باورهای معروف به آرمینیانیسم تعلق دارند و اراده آزاد انسان را در قبول یا رد نجات مؤثر می دانند، منتظر ظاهر شدن فوری اثرات موعظه خود در شنوندگانند. به عبارت دیگر وقتی باورهای جان ویسلی و جانشین او جان فلج درباره تقدیس دوباره، تعمید روح القدس و نظریه کمالگرایی را به نظریه آرمینیانیسم اضافه کنیم، آنگاه واعظی که به این اصول الهیاتی پایبند باشد در حین موعظه یا پایان آن
نیاز دارد که میوه های آنی مؤسسه خود را در شنوندگان مشاهده کند. البته وقتی این شیوه متداول می شود، آنگاه واکنش آنی شنوندگان ملاکی بر مؤثر بودن یا روحانی بودن و یا نبودن موعظه واعظ به حساب می آید و بنابراین واعظ برای نشان دادن شایستگی خود ممکن است دست به هر اقدامی بزند و از هر ترفندی استفاده کند. از سوی دیگر وقتی نشان دادن آنی احساسات و اعمال فیزیکی خاصی نشانه تعمید روح القدس و به کمال روحانی رسیدن شخص گردد، آنگاه ممکن است ایمانداران برای نشان دادن ایمان خود مبادرت به انجام اعمالی کنند که زیاد هم روحانی نباشد و بیشتر ظاهری باشد و نمایشی، و یا حتی شاید یک بی ایمان نیز برای رسیدن به اهداف خود و برای اینکه جایی برای خود در آن تشکیلات دست و پا کند و منزلتی برای خود کسب کند، به نمایشاتی ظاهری دست بزند که به عنوان پیش شرط روحانی بودن تعریف شده باشد. در همین دوران فاز دومی خیزش بزرگ مذهبی در آمریکا بود که شخصی به نام چارلز گراندیسون فینی که یک کشیش پریسبیتریان و معتقد به باور آرمینیانیسم بود، اعلام می‌کند که انسان می‌تواند خود باعث شروع موج‌های روحانی از قبیل خیزش بزرگ اول و خیزش بزرگ دوم گردد. تا آن زمان بیشتر پریسبیتریان ها از نظر مبحث نجات معتقد به نظریات کلوینیسم بودند و اعتقاد عمومی بر این بود که روح القدس جامعه را برای خیزش های بزرگ روحانی تهییج می کند و انسان نقشی در این خیزش های بزرگ خداجویی که به ناگهان در جوامع به راه می افتد ندارد و پیروی همین باور خیزش های بزرگ اول و دوم را عمل روح القدس می دانستند. اما اینک این کشیش اعلام می کند که انسان می تواند خود به وجود آورنده این خیزش ها از طریق تشکیل اردوها و تهییج روحانی مردم شود. چارلز فینی طرفدار نظریه کمالگرایی معروف کریستیان پرفکشنیسم بود که البته در قرون اولیه مطرح شده بود و آگوستین آن را رد کرده بود، اما در قرن 18 مجدداً توسط جان ویسلی دوباره جان گرفته بود. چارلز گراندیسون فینی در تاریخ کلیسای آمریکا به عنوان آغازگر نهضت احیاگرایی مذهبی یا اینوویتیو ریوایوالست شناخته می شود. وی معیار اندازه‌گیری روحانی این احیاگری مذهبی را در واکنش شنوندگان به موعظه ها در اردوهای مسیحیان می داند و اینکه چه تعداد از شنوندگان به دعوت واعظان واکنش نشان داده و یا با حرکات و اعمال فیزیکی تبدیل خود را به نمایش می‌گذارند. در گذشته واعظان و کشیشان به مردم پیشنهاد می‌کردند که از خدا بخواهند تا قلب آنها را عوض کند تا نجات یابند، اما اینک چارلز گراندیسون فینی از مردم می‌خواست که به جای خدا خود برای خود قلبی جدید بسازند و این شعار او بود: برای خود یک قلب جدید بساز. و این شعار او در گردهمایی‌ها تبلیغ می‌شد و نشانه این که کسی برای خود یک قلب جدید ساخته است این بود که به انجام اعمالی و یا در آوردن صداهایی تحول صورت گرفته در خود را نشان دهد. در اینجا به پایان این قسمت رسیدیم. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.